ایلان ماسک مالک شرکت‌های آمریکایی اسپیس اکس و تسلا با ژائر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل درباره حفاظت بهتر از جنگل‌های آمازون گفتگو کرد. گزارشی از سیران شرفی. رئیس جمهوری برزیل از زمان تصدی این مقام به خاطر تاکیدش بر جنگل زدایی در دره آمازون در داخل و خارج از کشور مورد انتقادهای گسترده دوستداران محیط زیست قرار داشته است. دیدار روز جمعه او با ایلان ماسک در یک هتل مجلل در ساوپولو برگزار شد. دیداری که به ابتکار فابیو فاریا وزیر ارتباطات برزیل برگزار شد و حفاظت جدی از جنگل‌های آمازون موضوع اصلی آن بود. استفاده از قابلیت‌های اسپیس اکس و فناوری آن برای آموزش دانش آموزان محلی از طریق اینترنت و آماده سازی آنها برای مقابله با جنگل زدایی بخشی از گفتگوی دو طرف بود. ایلان ماسک پیش از این دیدار با انتشار توییتی در مورد استفاده از خدمات اینترنتی استارلینک جهت مرتبط کردن حدود 19,000 مدرسه در مناطق دورافتاده آمازون به یکدیگر و همچنین نصب دوربین‌های نظارتی در این جنگل‌ها ابراز خوشحالی کرد. وی پس از دیدار با بولسونارو درباره اهمیت نصب این دوربین‌ها چنین گفت: نمی‌دانم، شاید یک تمدن باستانی فرازمینی یا چیزی مانند آن پیدا کنیم. روشنه که خیلی عالی خواهد شد. بنابراین این چیزی است که ما در آن هستیم. اینکه چه چیزهایی و چه اقداماتی احتمال خوب بودن آینده و اینکه ما قادر به درک ماهیت جهان باشیم را به حد اکثر می‌رسانند. رئیس جمهوری برزیل نیز پس از دیدار خود با ماسک گفت: ما برای اینکه در داخل برزیل و در سطح جهان بگوییم به چه صورت از آمازون محافظت کرده ایم و اینکه انتشار اخبار نادرست در مورد این منطقه تا چه حد زیان آور بوده روی ایلان ماسک حساب می کنیم. در دوران ریاست جمهوری ژائیر بولسونارو در برزیل میزان بهره برداری از جنگل‌های استوایی آمازون افزایش یافته و دولت بر قطع درختان این جنگل به منظور بهره برداری از معادن و طرح‌های کشاورزی تأکید دارد. سیران شرفی، صدای آمریکا.